یکی از فعالان شیعه در آمریکا به همراه یک مستفسر فلسطینی با مرجعیت شیعه دیدار کردند. حجت الاسلام سید مصطفی قزبینی مسئول یکی از مراکز شیعی در ایالت کالیفرنیا و مهندس هشام الخطیب به مستفسر فلسطینی و مسئول مرکز اسلامی نشر علوم اهل بیت علیهم السلام در ایالت ایندیانا یا آمریکا با حضور در بیت مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدظله با معظم الله دیدار کردند در این دیدار حجت الاسلام سید مصطفی قزوینی ضمن ابلاغ سلام و درود گرم مستفسر شیعی دکتر مصباح الدورینی به مرجع قدر افزودند که دکتر الدورینی پس از تشرف به مذهب شیعه و دیدار با مرجع قدر به آمریکا بازگشت میشان ادامه دادند پس از بازگشت دکتر الدورینی به آمریکا این مستبصر شیعه هدف تهاجم همه ای از سوی منحرفین و مخالفین با اهل بیت علیهم السلام از کشورهای عربی و همچنین آمریکا قرار گرفت تا جایی که مرکز اسلامی وابسته به ایشان تعطیل گشته و مصادره شد مرجعیت شیعه آیت الله سید صادقه حسینی شیرازی مدزلو در پاسخ به سخنان حجت الاسلام سید مصطفی قزوینی گفتند مؤمنان باید در مقابل سختی ها ثابت قدم باشند عزم الله سپس در گفتگو با میهمان دیگر خود هشام الختیف فرمودند خداوند متعال برای هر کدام از فرستاده های خود دشمنی قرار داده و در این امر استثنایی هم برای کسی قائل نشده است ایشان در ادامه گفتند حتی برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله علی و همچنین حضرت ابراهیم علیه السلام دشمنانی قرار داده شده است و این کار اراده خدای منان برای مورد امتحان قرار دادن بندگان و پیامبران خود است مرجعیت شیعه سپس در پیامی برای دکتر مصباح دورینی با اشاره به آیه 45 سوره انفال ادامه دادند به ایشان بگویید که خدای منان در قرآن کریم می‌فرمایند ای کسانی که ایمان آورده اید وقتی به گروهی از دشمنان برخوردید پس پایداری کنید ایشان افزودند خداوند متعال فرموده است که پایداری کنید نه اینکه شکست بخورید و یا پا پس بگذارید معظم در پایان سخنان خود ضمن ابراز خورسندی از دیدار با این مستبصر فلسطینی برای وی آرزوی موفقیت کردند